سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. قبلا توی یه ویدیو دو تا بافت آویز گلدون مکرمه رو بهتون آموزش داده بودم و طبق درخواستای شما الان میخوام توی این ویدیو یه بافت جدید و پیچیده‌تر و باحال‌ترش رو بهتون آموزش بدم. برو بریم. این آویز از دو گره تاج و گره جوزفین یا پیچ در پیچ تشکیل شده. توی این آویز برعکس آویزایی که قبلا بهتون آموزش دادم، از همون ابتدا شروع میکنیم به بافت و با یه تکه نخ اول کارو فیکس نمیکنیم. وسایل لازمم که خب قبلا بهتون گفتم، من از نخ کنفی استفاده میکنم. 8 رشته نخ نیاز داشتم که خب 4 تا 4 تا جداشون کردم و ابتدا و انتهای اونا رو به وسیله چسب فیکس کردم که خب کار برام راحت تر باشه، چون رشته نخ ها خیلی بلندن و ممکنه که تو همدیگه پیچ بخورن. حالا هر دو دست نخ رو از داخل حلقه عبور میدم. اینجا باید رشته نخهای سمت راست رو روی سمت چپ قرار بدم تا بتونم 4 دست رشته نخ داشته باشم. از این سمت شروع میکنیم به بافت. نخ شماره 2 میاد زیر نخ شماره 1، میره به سمت بالا. دوباره نخ شماره 3 میاد زیر نخ شماره 2، دوباره میره به اون سمت. برای نخ آخر هم همین کار رو انجام میدیم. در نهایت انتهای رشته نخ رو از داخل این حلقه که اول ساختیم عبور میدیم تا کارمون رو ببندیم. نخ ها رو کم کم میکشیم تا اون بافتی که میخوایم رو به ما بده. نخهای خورده پیچ خوردن و برای اینکه بافت قشنگتر دیده بشه باید صاف بشن. اینجا من دارم سعی میکنم که این کار انجام بدم. یه همچین حالت مربعی شکلی به ما میده. از اینجا به بعد سرعتشو زیاد میکنم که وقت شما رو نگیرم. اگه این گره رو متوجه نشدین میتونین ویدیو رو به عقب برگردونین، این قسمت رو ببینین، انجام بدین تا کامل یاد بگیرین، یا اینکه من جلوتر دوباره این گره رو بهتون آموزش میدم. برین جلوتر بقیه ویدیو رو ببینین، اگر متوجه نشدین دوباره برگردین. اگه از توی یوتیوب دارین این ویدیو رو میبینین، میتونین از قسمت تنظیمات یوتیوب سرعت این ویدیو رو کم کنین تا بتونین کامل متوجه بشین که چجوری این گره ها انجام میدم.
خب من تا اینجای کارو بافتم، بقیه‌اش رو میبافم میام بهتون نشون میدم. شما هر چقدر که دوست داشتین میتونین باف رو ادامه بدین. بعدش میریم سراغ گره دوم. خب من 12 سانت بافتم که شما وقتی این آویز کنید کشیده میشه و به 15 سانت هم میرسه. 4 تا رشته نخ داریم، دوباره با چسب فیکسشون کردم. یه دسته رشته نخ رو میگیرم، دوتا دوتا جدا میکنم. نخ سمت راست رو باهاش یه حلقه درست میکنم. نخ سمت چپ رو از پشت نخ سمت راست رد میکنم به این شکل. میبینید از داخل این حلقه عبور کرد. حالا باید از زیر این رشته نخی که خب نخ سمت چپ میشه درش بیارم. یه خورده گیج کننده هست، ولی خب چند بار که انجامش بدین کامل متوجه بافت میشین. همچین شکل حالت بی نهایت بهتون میده. این گره جوزفین رو یک بار دیگه باید بین دوتا گرهی که زدیم، یعنی دوتا رشته نخ از این ور دوتا رشته نخ هم از اون ور بگیریم و بینشون رو یک گره به این شکل بزنیم تا یه حالت مثلث ایجاد بشه و گلدون بتونه توش قرار بگیره. گره اول بالای گلدون میشه، گره دوم وسط گلدون قرار میگیره. حالا شما میتونید بر اساس ابعاد گلدونتون این اندازه رو مشخص کنید، یعنی فاصله گره اول با گره دوم رو مشخص کنید. با نخ سمت راست یه حلقه ایجاد میکنم، نخ سمت چپ رو از پشت نخ سمت راست عبور میدم. و در نهایت از زیر رشته نخ سمت چپ ردش میکنم. یه خورده ممکنه جای گرهی که میخواستیم بزنین جا به جا بشه که اصلا مشکلی نیست. شما میتونید با جا به جا کردن نخهای بالا و پایین اونو سر جایی که میخواین باشه قرار بدین. و برای نخهای بعدی هم همین کار رو تکرار میکنیم، برای همین من دوباره سرعت ویدیو رو زیاد کردم.
اینم از آویز ما، فقط قسمت پایینی رو باید به وسیله یک رشته نخ ببندیم. اول اون رو یه حلقه ایجاد میکنیم، روی کار قرار میدیم، با یک سر رشته نخ که بلندتره دور کارمون میپیچیم. خیلی مهمه که آخر کارتون رو خیلی محکم ببندین، چون گلدون قراره روی اون قسمت قرار بگیره و اگه آویز بشه و شما بد بسته باشین ممکنه گلدون بیفته، حالا اگه سفالی باشه ممکنه بشکنه و شما خسارت ببینید و گلتون هم آسیب ببینه. خب آخر رشته نخ رو هم از داخل اون حلقه که ایجاد کردیم رد میکنیم و دو سر رشته نخ رو میکشیم تا اون گره فیکس بشه و بعد ابتدای رشته نخ رو به سمت بالا میکشیم تا اون گره زیر کار ما بره و زیباتر بشه. قسمت پایینی رو برش نمیدیم، اما برای قسمت بالای رشته نخ این کار انجام میدیم. این قسمتشو کات میکنیم و ریشیشش میکنیم تا ظاهر زیباتری داشته باشه. اگه نخ شما پنبه‌ایه میتونید با شونه هم این کار رو به راحتی انجام بدین. این نخهای کنفی میتونن یه خورده پرز داشته باشن و برای شما حساسیت ایجاد کنن. دو تا راه وجود داره، یا از نخهای پنبه‌ای میتونین استفاده کنین یا اینکه پرزهاشون رو بسوزونین. ویدئوی قبلی ما رو حتما ببینین، اونجا بهتون گفتم چه وسایلی میخواد، چه نخهایی میتونین استفاده بکنین و اینکه دو تا آویز خوشگل هم بهتون آموزش داده بودم. اینم از آویز امروز ما. مرسی که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودین. امیدواریم که این آویزو توی خونه درست کنین و ازش لذت ببرین. هر سوالی هم داشتین خوشحال میشم که برام کامنت کنین.